خب سلام، با عرض سلام و احترام. درس جدید از مجموعه بحث‌های شیمی عمومی در ترم جاری رو آغاز می‌کنیم. در این جلسه می‌خوایم درباره واحدهای اندازه‌گیری و دستگاه‌های اندازه‌گیری صحبت کنیم. البته منظور ما از دستگاه اندازه‌گیری مجموعه ای از واحدها و روابط بین واحدها و کمیت های اندازه‌گیری هستش. خب به لحاظ پیشینه در فرهنگ ها و تمدن های مختلف ابزارهای مختلفی برای سنجش و اندازه‌گیری وجود داشته، ولی یک نکته مشترک در شاید بسیاری از اونها و اون اینه که در هر فرهنگ و تمدنی از مقولات ملموس و مشترک بین همه انسان ها برای اندازه‌گیری استفاده می شده. به عنوان مثال بخش های از بدن انسان مثلا انگشت، پا، در واقع وجب، این واحد هایی که به راحتی برای هر شخصی قابل فهم هستش و حتی واحد های دیگر نظیر مثلا فرض کنید که سنگ که یک واحد باستانی هست یا من که در فرهنگ ما یک واحد باستانی هست، در واقع از مقدار مشخصی از محصولات کشاورزی اخذ شده بوده. اما یک نکته منفی که درباره دستگاه‌ها و سیستم‌های اندازه‌گیری در گذشته وجود داره اینه که آنچنان انطباقی با هم دیگه نداشتن. از یک شهر به شهر دیگه بعضن مشکل تبدیل واحد وجود داشته و حتی مثلا تو کشور خودمون فرض کنید مثلا ما واحد من داشتیم و بعد این واحد من که یک واحد اندازه‌گیری جرمه بسته به شهرهای مختلف اسمای مختلفی میگرفت. مثلا میگفتن من تبریز، یعنی مشخصه که اون واحد اندازه‌گیریشون با بقیه مقداری فرق داشته. خب این مشکل باستانی در واقع دنیای مدرن با ایجاد یک نهادی تحت عنوان اداره بین‌المللی اوزان و مقیاس ها که در اینجا توضیحات مختصری ازش آوردم رو تلاش کردن به نوعی حل کنند. هرچند در واقع این اداره تنها مرجع تصمیم گیری درباره بحث اوزان و مقیاس ها نیست و حالا در ادامه خواهیم گفتش که علاوه بر آنچه که امروز تحت عنوان سیستم SI شناخته میشه یا سیستم استاندارد بین المللی واحد ها، دستگاه ها و سیستم های دیگر واحد و اندازه‌گیری هم وجود دارند. خب در اینجا توضیح داده شده که اداره بین‌المللی اوزان و مقیاس ها در کشور فرانسه در حول و حوش سال 1875 ایجاد شد. خب اگه شما یه جمع و تفریق انجام بدید تقریبا کمتر از 150 سال قبل میشه. خب این به معنای این هستش که پس بحث ایجاد سیستم واحد و نظام مشخص برای اندازه‌گیری ها واحد ها اونقدر ها قدیمی نیست و نسبتا جدید و مدرنه. خب در بین سیستم ها و دستگاه های مختلف اندازه‌گیری آنچه که در کشور ما بسیار رایجه سیستمی است تحت عنوان سیستم SI که مخفف نام فرانسوی اون هستش، یعنی سیستم اینترناسیونال که معادل همون اینترنشنال سیستم یا سیستم بین المللی میشه. خب در اینجا توضیح مختصری ذکر کردم در خصوص این سیستم SI و واحدهایی که در این سیستم به عنوان واحدهای اصلی فیزیکی معرفی میشن. یک توضیح باید درباره این نکته بگیم که منظور از واحد اصلی و واحد فرعی در اندازه‌گیری چی هستش. خب حسب اینکه چه کمیت هایی در فیزیک به عنوان کمیت اصلی مطرح میشن، به مرور برای اندازه‌گیری هر کدوم از این کمیت ها یک واحد معرفی شده. 7 کمیت اصلی در فیزیک معرفی شده که در اینجا فهرستش رو میبینید: کمیت زمان، طول، جرم، جریان الکتریسته، دما، مقدار ماده و شدت نور و واحدهای اندازه‌گیری این کمیت‌های اصلی هم
در دستگاه SI در اینجا ذکر شد به عنوان مثال واحد اندازه‌گیری زمان ثانیه هستش، واحد اندازه‌گیری طول متر هستش، واحد اندازه‌گیری جرم کیلوگرم هستش. برای جریان الکتریسته آمپر به عنوان واحد اصلی معرفی شده، واحد اندازه‌گیری دما کلوین هستش، واحد اندازه‌گیری مقدار ماده مول هستش و واحد اندازه‌گیری شدت نور واحد سهد عمومه شمع یا کاندلا. خب اهمیت این واحدهای اصلی و این کمیت‌های اصلی چیه؟ اهمیت این هفت کمیت اصلی این هستش که همه کمیت‌ها و واحدهای دیگری که شما الان ممکن به ذهنتون بیاد به نوعی با این هفت کمیت اصلی در ارتباط هستند و به نوعی از این هفت کمیت اصلی مشتق میشن. به عنوان مثال الان ممکنه شما این سوال مطرح کنید که خب ما کمیتی داریم تحت عنوان اختلاف پتانسیل یا ولتاژ، چرا اینجا اسمی از ولتاژ به عنوان کمیت اصلی نیامده؟ که خب اگر شما برید واحد ولت رو در واقع بشکنید به مفاهیم تشکیل دهندش، در نهایت به مجموعه ای از این کمیت های اصلی خواهید رسید که مثلا در هم ضرب شدن یا در هم تقسیم شدن یا روابط یه رابطه ریاضی خاصی بینشون وجود داره تا در نهایت مثلا واحد ولت رو تشکیل دادن. تمام کمیت های فرعی دیگه هر اون چیزی که ممکنه به ذهنتون بیاد مثلا واحد سطح توان دوم واحد طول هستش، اگه واحد طول به توان دو برسه میشه واحد سطح، اگه به توان سه برسه میشه واحد حجم و به این ترتیب. خب ما در محاسبات خودمون تا جایی که بتونیم در مسئله های عددی که در ادامه حل خواهیم کرد تا جایی که بتونیم از واحد های SI استفاده خواهیم کرد، اما در برخی محاسبات مهندسی و در برخی کتاب ها ممکنه که حالا قدری کمتر یا قدری بیشتر از واحد های SI استفاده کنه، یعنی ممکنه برن سراغ واحد های غیر از واحد های SI که در اسلاید های بعدی تا حدی در مورد واحد های اندازه‌گیری دیگه هم توضیح دادیم که بهش خواهیم رسید. خب این نکته که درباره کمیت های اصلی فیزیک ذکر کردم و در اینجا یک یادآوری دیگه ازش انجام دادم. خب دقت کنید که ما در زندگی روزمره ممکنه که از بعضی از این واحد های اصلی استفاده نکنیم. به عنوان مثال مثلا فرض کنید واحد دما در سیستم SI کلوین هستش، اما ما در زندگی روزمره مثلا از واحد تحت عنوان سلسیوس استفاده میکنیم یا فرضاً در بعضی کشورهای دیگه از درجه فارنهایت ممکنه استفاده کنن. بنابراین اینطور نیست که حالا ضرورتاً این کمیت ها و این واحد های اصلی در زندگی روزمره هم به همون شکل استفاده بشن. در فرهنگ های مختلف و در کشورهای مختلف بر حسب حالا آنچه که برای عموم مردم راحت تره ممکنه که از واحد های دیگری استفاده بشه. به عنوان مثال امروز واحد کیلوگرم یک واحد جا افتاده برای بیان مقدار ماده مثلا در کشور ما هست، ولی همین در واقع در حال حاضر کشورهایی در دنیا هستن که واحد کیلوگرم برای خیلی از مردمشون ناشنای، فرضاً واحد های نظیر پوند و یا واحد های دیگر اونس رو فرضاً ممکنه باهاش آشنایی بیشتری داشته باشن. خب یکی از مزایای سیستم SI این هستش که بسیار از واحدهاش در قالب یک سیستم متری دهتایی یا دهدهی به راحتی قابل تبدیل به هم هستن که در قالب یک سری ذرایبی که در اسلاید بعدی یک سری پیشوندها و بعضا ذرایبی که در اینجا توضیح دادم اینها به راحتی به هم تبدیل میشن. این یکی از مهمترین مزایای سیستم متری و واحدهای SI هستش. حالا نیازی نیست این واحدها رو به طور کامل حفظ کنید، ولی خب یک آشنایی مختصری ازش داشته باشید قطعا مناسب خواهد بود و در ادامه در آینده به شما کمک خواهد کرد که شاید خیلی از متون علمی رو هم متوجه بشید که فرضاً وقتی پسوند فرضاً نانو در انتهای یک واحد میاد منظور 10^-9 هستش. مثلا وقتی میگیم نانو سکند یعنی 1/10^-9 ثانیه. این یکی از مزایای سیستم SI و سیستم متری هستش. خب
این رو هم حالا لازم هست شاید ذکر کنیم که با وجود اینکه خیلی امروزه در بسیاری از کتاب‌های علمی به استفاده از سیستم‌های SI واحد‌های SI تاکید میشه، اما در خود در واقع سیستم SI ممکنه بعضی استثناءاتی وجود داشته باشه. مثلا واحد حجم در محاسبات SI قاعدتاً از اونجایی که در سیستم SI واحد طول متر هست، پس توان سوم طول یعنی متر مکعب باید واحد حجم باشه، ولی ما خب در خیلی از متر ها و محاسباتمون لیتر رو به عنوان واحد استاندارد SI لحاظ میکنیم. این حالا به نوعی شاید استثناء در واقع در زمره اون استثناءات و یا اون مسائلی است که باعث میشه محاسبات راحت تر انجام بشه. اگر بخوایم خیلی سختگیرانه نگاه کنیم، واحد حجم در SI باید متر مکعب باشه، ولی در عمل میبینیم اینطور نیست، واحد لیتره. یا فرضاً واحد فشار اتمسفر استاندارد هستش. این رو هم در واقع این نکته رو در نظر بگیرید که در داخل خود این سیستم SI ممکنه که ما یه سری واحدهای غیر SI رو استفاده بکنیم، ولی هدف اینه که خب این واحدها قابل فهمتر، محاسبات رو راحت‌تر می‌کنه، بعضی‌ها باعث میشه که عددهای رونتری در محاسبات به دست بیاد. خب یکی از نکات شاید جالبی که در مورد SI وجود داره اینه که حالا با وجود اینکه واحدهای SI در کشور ما خیلی رایجه و ما خیلی هم مشکل در فهم واحدهای SI نداریم، هنوز کشورهایی در دنیا هستن که اینو به طور رسمی استفاده نمی کنن. مثلا واحد طولشون متر نیست، هنوز فوته، یا واحدهای وزنشون مثلا ترجیحاً در زندگی روزمره واحدهای مثل پوند و اونس رو استفاده میکنن، نه واحد مثلا کیلوگرم رو. یکی از معروفترین شاید یکی از مهمترین کشورهایی که هنوز به شکل عمده از واحدهای SI استفاده نمیکنه ایالات متحده آمریکا هستش. خب اینجا یک در واقع تایتلی از یه مقاله رو ذکر کردم، اگر علاقمند بودید میتونید برید مطالعه بکنید، عنوان مقاله ببینید دقیقاً این هست که چرا US از واحد متریک استفاده نمیکنه، که خب حالا یه دلایلی رو توضیح داده، حالا دلایل فرهنگی هست، دلایل تاریخی، بعضا دلایل مهندسی هستش. فرضاً فرض کن اگر گروه های عمده مهندسی به یک سیستم اندازگیری عادت کرده باشن، در محاسباتشون تغییر دادن اون سیستم فرضاً کار سختی میشه. حالا علاقمندان میتونن برن مطالعه کنن. خب آیا واحد سیستم SI و واحدهای SI تنها سیستم های بیان کمیت های فیزیکی هستن؟ خیر، دستگاه ها و سیستم های دیگری هم وجود داره. خب به عنوان مثال اینجا دستگاه CGS یا دستگاه در واقع سانتیمتر گرم ثانیه رو به عنوان یکی از دستگاه های رایج دیگر غیر از SI در اینجا معرفی کردم. همونطور که میبینید مثلا واحد طول، واحد استاندارد طول در این سیستم سانتیمتر به جای متر در سیستم SI، یا واحد جرم گرم هستش، کیلوگرم نیستش، یا واحد نیرو فرضاً دین هستش، در حالی که در سیستم SI نیوتن هستش، و به همین ترتیب. خب حالا ممکنه این سوال مطرح بشه که خب واحدهای SI که این همه مزیت دارن به شکل ده دهی به هم تبدیل میشن و اینها، چرا به استفاده ازش رایج نیست؟ چرا فرضاً هنوز دستگاه دیگر اندازه‌گیری وجود دارن؟ یا چرا این کشورهایی که واحد غیر SI دارن تبدیل نمی‌کنن محاسبات و واحدهاشون رو به واحدهای SI؟ اونطور که گفتم دلایل متعدد میتونه تاریخی، اقتصادی و فرهنگی داشته باشه. و به عنوان مثال فرضاً شما تو بحث‌های ترمودینامیک اگر وارد بشید، خیلی از متن‌های ترمودینامیک رو مطالعه کنید، شاید این دستگاه‌های مثلا CGS رو باش خیلی بیشتر مواجه بشین تا دستگاه SI. یه مقدار برمیگرده به اون پیشینه‌ای که اون دانش و یا اون محاسبات ازش آمده. خب در اینجا یه فهرست کامل‌تری از کمیت‌های معروف فیزیکی و واحد و نماد اندازه‌گیریشون ذکر کردم. این چند کمیت اول، این 6 کمیت اول به اضافه کمیت شدت نور که در اینجا ذکر نشده جز کمیت های اصلی فیزیکی محسوب میشن. خب برای اونها که میخوان یک نگاه اجمالی به
دستگاه‌های مختلف اندازه‌گیری داشته باشن. در اینجا چندین دستگاه اندازه‌گیری، دستگاه SI یا همون سیستم اینترنشنال، دستگاه CGS سانتیمتر گرم ثانیه و دستگاه FPS فوت پاوند ثانیه در کنار هم ذکر شده که میتونید واحدهای در واقع کمیت‌های مختلف رو در این دستگاه ببینید چیه. به عنوان مثال در دستگاه SI برای فرضاً واحد کمیت دما ما واحدهای سانتیگراد و کلوین رو به عنوان واحد اندازه‌گیری داریم. در دستگاه CGS هم سانتیگراد و کلوین رو داریم. در دستگاه فرضاً فوت پاوند سکند فارنهایت و فارنهایت و رانکلین رو به عنوان واحد اندازه‌گیری دما داریم. خب اگر این سوال مطرحه که چطور میشه این واحدها رو به هم تبدیل کرد، در جداول دیگری که حالا در اینجا ذکر نشده تک تک این واحدها با یک ضریب تبدیلی به واحدهای دیگه تبدیل میشن. به عنوان مثال بعضی از واحدها رو شما ضریب تبدیلش رو میدونید که فرضاً کیلوگرم 1000 برابر گرم هستش، ولی حالا اگر قرار باشه فرضاً کیلوگرم به پوند تبدیل کنیم، خب باید ضریب تبدیلش رو بدونیم چقدره. هر پوند یه چیز حدود 400 خورده گرم هستش، مقدار دقیقش رو باید داشت و بعد میشه این کمیت‌ها رو به هم دیگه تبدیل کرد. اگر این سوال براتون مطرحه که آیا نیاز هست ما ضریب تبدیل اینها رو حفظ کنیم، خیلی قطعا نیاز نیست. اگر مسئله عددی نیاز باشه که شما این واحدها رو به هم تبدیل کنید، قطعا حداقل در محدود این درس من ضریب تبدیل رو به شما میدم. حالا در یه مقیاس بزرگترم به نظر من حفظ کردن این مسائل اونقدر رو کمکی نمیکنه به فهم مطالب، ضمن اینکه امروزه خیلی اپلیکیشن ها و نرم افزارهایی هست که به راحتی این تبدیل واحدها رو به هم انجام میدن و واقعا ضرورتی به حفظ کردن اونها وجود نداره. اما خب بذارید به یه بحث دیگری بپردازیم، آنچنان مرتبط به بحث کمیت های فیزیکی و دستگاه های اندازه‌گیری نیستش، ولی یکی از نتایجی که من میخوام از این فصل بگیرم و اون بحث انجام محاسبات خطی، حالا هم در تبدیل واحدها و هم دیگه و هم در محاسباتی هستش که در فصل‌های بعد در خیلی از مسائل می‌خوایم انجام بدیم. یک روش وجود داره به نام روش خطی حل کردن مسئله های عددی. بعضیتون ممکن در دوره دبیرستان باهاش آشنا شده باشید. عمدتاً فکر می‌کنم در درس فیزیک شاید بشه خیلی از مسائل رو با این حل کرد. ما سعی می‌کنیم که در درس شیمی هم تلاش کنیم که مسائل رو ترجیحاً از روش خطی حل کنیم، چون روش خطی چند تا مزیت مهم داره. یکی این که معمولاً بسیار سریع به نتیجه میرسه. حالا ممکنه در ابتدای کار یه مقدار فهمیدن منطق این روش براتون سخت باشه، ولی اگه عادت کنید ببینید که خیلی سریع انجام میشه. مزیت دومش اینه که چون همه واحدها در یک آرایش خاصی نوشته میشه کنار هم دیگه، اگر یه جایی مسئله نخونه یا اشتباهی مرتکب بشیم میتونیم چند مرحله به عقب برگردیم و تقریبا میتونیم اشتباهمون رو پیدا کنیم که کجا اشتباه کردیم. مثل بعضی از این ماشین حساب‌هایی که اون سطر بالاشون قابلیت نشون دادن مرحله قبل محاسبات رو داره. اما برای اینکه ما روش خطی رو بتونیم اعمال کنیم، باید بدونیم که حل مسئله باید دقیقاً از کدوم نقطه شروع بشه. چند شرط داره استفاده از روش خطی برای اینکه به جواب درست برسه. مهمترین در واقع شرطش واسه اینکه به جواب درست برسه اینه که ما بدونیم در مرحله اول کدوم یکی از اطلاعات مسئله رو باید برای شروع استفاده کنیم و همچنین بدونیم که واحد مد نظر برای جواب چی هستش و بعد با یک آرایش و چینش و مناسب از کمیت هایی که داریم در نهایت به جواب برسیم. در اینجا یک مثال داده شده که گفته شده شما بیاید واحد سانتیمتر، یک سانتیمتر بر مجذور ثانیه رو که ظاهرا واحدی از شتاب هستش تبدیلش کنید به کیلومتر بر توان دوم سال. خب صرف نظر از این که این تبدیل اصلا جنبه کاربردی داره یا نداره، که فکر میکنم آنچنان هم جنبه کاربردی نداره، برای اینکه همچین تبدیل رو انجام بدیم مرحله اولی که ما بدونیم از کجا میخوام شروع کنیم. خب این مسئله نسبتاً ساده است، از سانتی متر بر مجذور ثانیه میخوام شروع کنیم.
پس این رو نقطه شروع مسئله در نظر میگیریم. این خط افقی که میبینید از اینجا شروع شده و تا اینجا ادامه داره یک خط کسری ممتده، یعنی هرچی که بالای این هست به هرچی که با این قابل تقسیمه. این خطای عمودی که میبینید قرار گرفته، اینها علامت ضرب هستن، یه ضرب در بالا یه ضرب در پایین. هرچی که بالا هست به هرچی که پایینه قابل تقسیمه، حاصل ضرب تمام این آیتم هایی که بالای خط کسریه و حاصل ضرب تمام این آیتم هایی که پایین خط کسریه هم قابل تقسیمه. با این منطق ما مرحله به مرحله میتونیم واحد ها رو تبدیل کنیم تا به جواب برسیم. خب ما میخواییم سانتیمتر بر توان دوم ثانیه رو تبدیل کنیم به کیلومتر بر توان دوم ثانیه. سانتیمتر بر ثانیه رو اینجا نوشتیم که همطور گفتم این خط کسری هستش. ابتدا سانتیمتر رو تبدیل کرده، هر 10^2 سانتیمتر یعنی هر 100 سانتیمتر 1 متر و هر 10^3 متر 1 کیلومتر. الان اگه دقت کنید در صورتمون واحد کیلومتر تشکیل شده، پس بنابراین دیگه نیاز نیست این رو از اینجا بیشتر ادامه بدیم. حالا میایم ثانیه رو تبدیل میکنیم. از اونجایی که توان دوم در نظر گرفته تمام عددها و واحدها هم به توان دو میرسه. هر 60 ثانیه ما میدونیم 1 دقیقه هست که هر دوش به توان دو رسیده، این ثانیه به توان دو با این ثانیه به توان دو هست میشه. بعد هر دقیقه، هر 60 دقیقه میدونیم 1 ساعت، مجددا این دقیقه ها با هم هست میشن. هر 24 ساعت 1 ساعت، هر 24 ساعت 1 روز ببخشید، و همینطور هر 365 روز 1 ساله. مرحله به مرحله اینو هست میشن تا سال به توان دو که باید در مخرج بشه اینجا تشکیل میشه. حالا اون کاری که از اینجا به بعد انجام میشه اینه که واحدهای نامطلوب که هست شده روشون خط خورده، واحد مطلوب ببینید باقی مونده، کیلومتر بر سال به توان دو. پس مسئله درست حل شده. حالا میمونه به دست آوردن جواب. این عددهایی که در صورت هست همه در هم ضرب میشه، این عددهایی که در مخرج هست همه در هم ضرب میشه، و بعد حاصل ضرب صورت در مخرج تقسیم میشه. میبینید کاری که اینجا انجام بده تا در نهایت به جواب برسه. خب حالا ممکنه شخص بگه که چرا انقدر مسئله رو پیچیده کردیم، میومدیم از تناسب استفاده میکردیم. این هم در واقع نوعی تناسبه، منتها ما همه تناسبات رو کنار هم نوشتیم، هم جایی کمتری میگیره، همین که ما میتونیم برگردیم مرحله قبل رو چک کنیم. همطور گفتم برای شروع شاید یه مقدار پیچیده به نظر بیاد، ولی اگه عادت کنید به این نحوه حل کردن مسئله متوجه خواهید شد که اتفاقا سرعت ما رو در حل مسئله بالاتر میبره. خب یک مسئله ساده دیگه که در خصوص بحث تبدیل یک کمیت از دستگاه مختلف به همه گفته که در سیستم CGS که چی بود؟ سانتیمتر گرم ثانیه. شتاب جاذبه زمین 980 سانتیمتر بر ثانیه به توان 2. این رو بیایید در سیستم FPS فوت پاوند سکند محاسبه کنید. خب نقطه شروع مسئله همین 980 که به ما داده با واحدهای گفته شده. نقطه پایانی مسئله چی میشه؟ ببینید اینجا رو دقت کنید. واحد طول بر واحد توان دوم واحد زمان که در سیستم FPS میشه فوت بر ثانیه به توان 2. خب ما 980 سانتیمتر بر ثانیه به توان دو داریم. پس این ثانیه به توان دو نیازی نیست تبدیل کنیم چون در هر دو سیستم یکی هستش، ولی 980 سانتیمتر رو با تبدیل کنیم به فوت. هر 100 سانتیمتر 1 متر، هر 0.3048 دهزارم متر 1 فوت هستش. خب این 0.3048 هزارم متر کجا اومده؟ این از یه سری داده ها و جداول استاندارد میاد، عدد ثابتی هم هست، یعنی ضریبه تبدیل متر به فوت همیشه همینه. تقریبا هر 3 فوت میشه معادل 1 متر که البته خب 1 متر از 3 فوت یه مقدار بیشتره، و این ضریبه تبدیل همطور گفتم نیازی نیست حفظش کنید در این مسئله. حالا اینجا داده نشده ولی در مسائل مشابه خطا این ضریبه تبدیل به شما داده خواهد شد، که خب الان میبینید که محاسبات اگه انجام بده 32,152 فوت بر مجذور ثانیه میشه معادل این 980 سانتیمتر بر مجذور ثانیه. این شتاب جاذبه زمین در دستگاه FPS معادل این مقدار در دستگاه CGS.
خب در اینجا یه سری تمرینات دیگه به شما داده شده برای تبدیل واحدهای مختلف به هم، مرور کنید این تمرینات رو. تمرینات مشابهی در امتحان پایان ترم و میان ترم شما هم داده خواهد شد. ضرایب تبدیل رو به راحتی میتونید از جداول مربوطه در کتاب درسی و یا در اینترنت پیدا کنید. خب به عنوان مثال، مثلا اینجا ببینید گفته 235 گرم رو به پوند جرمی، یعنی LB نماد واحد پوند هستش، تبدیل کنید. هر 453.6 تام، تقریبا هر 454 گرم یک پوند میشه. بنابراین 235 گرم تقریبا میشه نیم پوند. خب و همینطور تبدیل واحدهای دیگه به هم. خب اینجا یه مسئله جالبتری رو طرح کردم، این که حجم یک مخزن رو بر حسب گالون به ما داده و از ما خواسته که حجم یک مخزن رو بر حسب گالون به ما داده و با دادن بقیه مشخصات مخزن مثل ارتفاع مخزن از ما خواسته که قطر مخزن رو محاسبه کنیم. خب اگه ما بخوایم قطر مخزن رو فرضاً بر حسب متر محاسبه کنیم، ابتدا باید این حجم رو از در واقع یک واحد غیر متداول و غیر SI که گالون هست تبدیلش کنیم به مثلا متر مکعب. خب در اینجا در این توضیحی که اینجا داده شده، گالون آمریکایی و گالون انگلیسی رو ضریب تبدیلش گفته شده چقدره، که مثلا هر گالون آمریکایی تقریبا 3,785 لیتر هست، هر گالون انگلیسی یه مقدار بیشتره، تقریبا 4.5 لیتره. در اینجا ما فرض میکنیم که این حجمی که داده شده گالون آمریکایی هستش، که اگر این ضریب تبدیل رو در نظر بگیرید، هر تقریبا 264.2 گالون معادل 1 متر مکعب میشه، که این باز این ضریب تبدیل هم ضریبی نیست که نیاز به حفظ کردن باشه، به راحتی از روی این توضیح به دست میاد که این معادل متر مکعبش میشه. بعد اگه شما بیاید رابطه هندسه حجم استوانه رو در نظر بگیرید که میشه مساحت قاعده ضرب در ارتفاع PR2 در H، به راحتی میتونید در ادامه با یه سری محاسبات ساده‌ای قطر این مخزن رو پیدا کنید که چقدره. خب چند مسئله باز ساده دیگه که هم به نوعی تبدیل واحد در دستگاه‌های اندازه‌گیریه و هم به نوعی تاکید روی روش خطی هست در اینجا ذکر شده. سعی کنید که حالا این مسائل و مسائل مشابه رو روش تمرین کنید، فکر کنید. این روش خطی که حل کردن مسئله در ادامه خیلی کمک خواهد کرد که مسائل حتی یه مقدار سخت‌تر رو هم بتونید در زمان کوتاه‌تر با دقت بالاتر حلش کنید. خب برای امروز کافیه، خسته نباشید و روز شما بخیر.